مردی که به خاطر یه مشکل روانی نادر میتونه در زمان سفر کنه. گراسیا سلام. امروز می‌خوام با هم یه فیلم جکت یا ژاکت محصول 2005 رو ببینیم. به پیشنهاد خودتونم دارم قرار میدمش. فیلمش ترسناک نیست ولی فیلمنامه خیلی خوبی داره و هیجانش هم فوق‌العاده بالاست. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به استور کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به میدون جنگی تو سال 1991 میریم. سربازهای آمریکایی وسط جنگشونه و یه گروه از پناهنده‌های مخالف رو براشون میارن. میون پناهنده‌ها یه پسر نوجوونه که یکی از سربازهای آمریکا به اسم جک میبیندش. دلش براش میسوزه و میره طرفش که کمکش کنه، اما سربازهای دیگه میگن بهش نزدیک نشاستن، به ما ربطی نداره. یه دفعه اون پسر نوجوون که انگاری خیلی هم داره میترسه، از پوشش اسلحه‌ای در میاره، بدون مکسی سمت جک میگیره و ماشه رو میچکونه. مغز جک کلا سوراخ میشه و همون شب که میبرنش به بیمارستان میدون جنگ، میگن که این دیگه جونش رو از دست داده. ولی یه دفعه چشمای جک باز میشه و همه هم شوکه. میفرستنش به بیمارستان مجهزتر و اونا موفق میشن که اونو به زندگی برگردونن. البته با این مشکل که بهش میگن ممکنه یه وقتا خاطرات تو فراموش کنه. یک سال از قضیه میگذره و حالا سال 1992. جک زندگی عادی رو در پیش گرفته و با کوله پشتیش داره تمام کشورها رو میگرده. مقصد الانش هم نزدیکی کشور کاناداست و دنبال ماشینه که نگاهش به یه مادر و دختری میفته که کنار یه ماشین وایستادن. میفهمه که وسیلهشون خراب شده و برای همین هم تصمیم گیره کمکشون کنه. مخصوصا که میفهمه مادر یعنی جین خیلی مست کرده و اصلا حال خوبی نداره. اسم دختر این زن هم جکیه. موقع درست کردن ماشین با هم صحبت میکنن و نگاه جکی به پلاک های روی کیف جک میفته. جک میگه این پلاک ها برای سربازای دیگه تو جنگ بوده. با اصرار جکی اونو به دختر میده تا برایش نگهش داره. بعدم ماشین بالاخره روشن میشه و خیلی خوشحالن که یه رفعه این مادر جکی و همون جین با عصبانیت بالا میشه. فکر میکنه این مرد مزاحم دخترش رو، برای همینم بعد کلی دعوا میندازتش کنار و بدون جک به راهشون ادامه بدن. جک دوباره دنبال یه ماشین میگره و موفق میشه یه نفر رو راضی کنه که تا نزدیکی کانادا برسونتش. وسط راهن که یه مامور پلیس از پشت میاد براشون آژیر میکشه. انگار راننده خیلی هول کرد و به هر حال میزنه بغل. یه لفه سر و صدایی میاد. جک میفته زمین و دیگه هیچیو به یاد نمیاره و میریم به سکانس بعد. جک توی دادگاهی و مدتی از اتفاق قبل گذشته. قاضی میگه شما به جرم حمله و گرفتن جون یه مامور پلیس قرار بیفتی زندان. جک خیلی کلافه و خسته میگه من واقعا اصلا به خاطر نمیارم، نمیدونم چه اتفاقمون شب افتاد. چند نفر دیگه هم به عنوان شاهد میان و حرف میزنن و در آخر نتیجه چند تا روانشناس و روانپزشک این میشه که جک یه مشکل روانی داره به خاطر همون گلوله‌ای که خورده، برای همین نباید بره زندان و بفرستیمش تیمارستان. خیلی سریع اونو انتقالش میدن. روزهای بعد میبینیم که داره قرص میخوره و خیلی عادی هم داره کنار میاد، تا یه روز که میخوان یه روان درمانی جدید روش امتحان بکنن. به زور جکو میبرن به زیر زمین، جایی که سردخونه تیمارستانه. دوتا پرستارا اونو میذارنش روی تخت و به دستور دکتر اصلی این مرد میکننش توی همین قفسه های جنازه. این یکی از روش های درمانی فوق العاده دردناکه. جک به محض اینکه میره توی این فضای تاریک، رفیق تمام گذشتهشو به یاد میاره. نزدیک به یه ربع همین جایمون این اتفاقا پیش میرن تا اینکه روانشناسش و همون دکتر بکر دستور میده که بیارنش بیرون. روز دیگه ای رسیده و جک با یکی دیگه از بیمارهای اینجا آشنا میشه، یعنی مردی به نام جیمز بوند، نه رودی. با هم صمیمیتر میشن. وقتی جک این پرسه چرا اومدی اینجا، رودی میگه که من 30 بار تلاش کردم که جون همسرمو بگیرم ولی هیچ وقت نمیخواستم واقعا این کارو انجام بدم. با تاریک شدن هوا هم دوباره جکو میبرم به سردخونه که همون عملیات قبلیو انجام بدن. منتها این بار یه رفعه جک عصبانی میشه و یه چوب لباسی رو برمیده رو پرت میکنه سمت دکترا. دکتر بکرم که گفتم مسئولیت اصلی جک به عهدشه، میگه برای تنبیهت باید دوباره بری تو همین قفسه ولی این دفعه خیلی بیشتر بمونی. حتی وقتی به زور میذارنش اونجا، یکی دیگه از دکترها از دکتر بکر این پرسه کی درش بیاریم و اون میگه که فعلا مهم نیست، بذار همونجا بمونه. اتفاقای قبل دوباره پیش میان. تمام گذشته جک از جلوی چشماش میگذرن و این بار یه رفعه خودش رو توی فضای تاریک جلوی یه رستوران میبینه. دختری از این رستوران میاد بیرون و میره سوار ماشینش میشه و وقتی که میخواد راه بیفته میاد کنار جک. بهش میگه اگه کمک میخوای بگو کجا میری تا برسونم. جک هم قبول میکنه و سوار میشن و میفهمه که امشب شب قبل از کریسمسه. این دخترم بهش میگه خب الان نمیتونی هتل یا جایی رو پیدا کنی، پس بیا خونه من بمون تا برات پناهگاه پیدا کنیم. ولی وقتی میرسن به هر جایی زنگ میزنن تمام پناهگاه ها پر شده. برای همینم دختر جک میخواد که امشب رو همینجا بمونه. قبل اینکه بره به اتاقش هم بهش میگه که هرچی خواستی غذا بخور ولی هیچ وقت خودتو به من معرفی نکن. من نمیخوام اسمتو بدونم، فقط میخوام کمکت کنم. ساعتی میگذره و این دختر از حموم میاد بیرون و میبینه که جک براش ساندویچ درست کرده و رو میز گذاشته. لبخندی میزنه و میشینه کنارش و بیشتر با هم صحبت میکنن. جک میگه وقتی میخواستم غذا درست کنم تو یخچال یه تیکه سنگ دیدم که روش کلمه
پدال نوشته شده بود. دلیلش چیه؟ این دخترم توضیح میده که من قبلا بچه بودم، مامانم همیشه به این اسم صدا میکرد و خیلی دوست داشتمش. صمیمی تر شدن رو با هم یکم مشروب هم میخورن تا اینکه دختر از مستی خوابش میبره. البته که یه سیگار داشته میکشید و سیگار نزدیک فرش رو بسوزونه، اما جک جلوی این اتفاق رو میگیره. این صحنه رو یادتون باشه. خلاصه که الان دختر خوابش برده و جک شروع میکنه به گشتن خونه که متوجه یه سری از عکسای خانوادگی دختر میشه. اولی که برم داره خوشیش میزنه، عکسی از این دختر کنار مادرش که دقیقاً همون مادر و دختری هستن که اول فیلم جک وسط خیابون دیده بودشون و ماشین اونا رو درست کرد. سری میره و دختر رو بیدار میکنه، بهش میگه این کیه؟ اونم میگه مامانمه. ازش میپرسه اسم چیه؟ میگه جکی. جک میپرسه که مامانت کجاست؟ اونم میگه چند سال پیش خیلی مست کرده بود، با سیگارش فرش رو سوزوند، خونه آتیش گرفت، تو هم آتیش سوزی هم جونش رو از دست داد. هنوز جک شوکه است، چون نمیدونه یه دختر چجوری میتونه چند شبه انقدر بزرگ شه. نگاهش به نامه های رومیز میفته. توی همه اونها سال الان 2007، یعنی نزدیک 15 سال از اتفاقی که افتاده بود گذشته. هرچی جک اینو به جکی میگه باور نمیکنه. دختر میگه که غیر ممکنه تو اون مرد باشی، چون یه مدت بعد از ملاقات تو با ما یه خبری پخش شد که عکس تو هم توش بود و نوشته بودن که جونتو از دست دادی، دقیقاً شب کریسمس 1993. جک بازم چیزهایی مثل دارن اون پلاکا رو به دختر تعریف کنه، بلکه باورش شه که یه رفعی برمیگره به همون سال 1992. جک یه شب کامل تو سردخونه بوده که دکتر بکر میاد به دیدنش. تازه یادش میاد که این مرد گذاشته اینجا و سر بقیه داد میزنه که نیاوردینش بیرون. حالا جک دیگه خوب نیست و ببرنش به بیمارستان همینجا و با یکی دیگه از دکترها، یعنی دکتر لورنسون هم آشنا میشیم. جک رو بررسی میکنه و متوجه میشه که بدنش کلی کبودی داره و تازه میفهمه که دکتر بکر و تیمش چه بلایی دارن سرش میارن. برای همینم میره پیش دکتر بکر و بهش میگه که مریض قبلی که باهاش این کارو کردی یادت چه اتفاقی براش افتاد، پس لطفاً تکرارش نکن. اما دکتر بکر میگه به تو اصلا ربطی نداره. یه سکانس هم بعد از تموم شدن شیفت دکتر لورنسون میبینیم که به خونه یکی از دوستاش میره. پسر دوستش یه اوتیسم داره که میتونه همه چی رو بشنوه و حتی با علامتهای دستاش جواب بده، اما نمیتونه اصلا حرف بزنه. دکتر لورنسون هم قراره که با روان درمانی حالش رو بهتر کنه. برمیگردیم پیش جک. به حال میاد و دکتر بهش میگه که امروز 26 دسامبره، یعنی تو یه شب کامل خوابیدی. یه دفعه این مرد خیلی شوکه میشه و سری سرم خودش رو به زور در میاره. به در خروجی هم میرسه و سری میخواد از اونجا در بره، اما دکتر لورنسون میبینتش و دنبالش راه میفته. یه ازش میپرسه کجا میری، میخواد چیکار کنی، باید حرف بزنیم. و مرد بهش میگه که من نمیتونم اینجا بمونم، به خاطر اینکه 4 روز دیگه، یعنی عصر کریسمس، قرار از بین برم. دکتر لورنسون میگه من فهمیدم که بکر داره چه بلایی سرت میاره، بیا برگردیم، خودمونو برکنارش میکنم. اما جک بهش میگه که نه، اون باید کارشو ادامه بده، من باید دوباره برگردم اونجا چون این سری سوال دارم. با هم برمیگردن داخل و جک توی حیاط تیمارستان دوباره دوستش رودی رو میبینه. رودی هم قبلا از همین روان درمانی برخوردار بوده و حالا جک میپرسه اطلاعی در موردش داری یا نه. رودی هم میگه من تنها یه راه برای مقابله با چیزهای مختلف پیدا کردم وقتی که وارد سرخونه میشم، اونم اینه که به گذشته فکر نکنم، باید گذشته رو کنار بزنی تا بتونی به سمت آینده‌ت پیش بری. جک از اینکه چه اتفاقی افتاده حرف میزنه و میگه باید دوباره برگردم به همونجا تا بفهمم که 4 روز دیگه قراره چه جوری از دنیا برم، چون اون دختره بهم گفته بود که من شب کریسمس قراره جونمو از دست بدم. با هم دیگه نقشه میریزن و یه دعوای راه میندازن که در نتیجه‌ش هم دکتر جکو میبرن به سرخونه تا دوباره همون کارو انجام بدن. گذشته جک داره از جلو چشماش میگذره و یه دفعه خودش همون اول فیلم میبینه، جایی که یه ماشین سوار شده بود و این مامور پلیس اومد دنبالشون. راننده وای میسته و یه دفعه اسلحه میکشه و میفته به جون مامور پلیس. جک هم میخواد در بره اما میفته و از حال میره. لحظاتی بعد به هوش میاد و میبینه که اون مرد داره تمام صحنه رو جوری بر بقیه میچینه که انگاری جک قاتل اصلی بوده. حتی اثر انگشت خودش هم پاک میکنه و اسلحه رو میذاره بالا سر جک که وقتی به هوش اومد اتفاقی برش داره. حقیقت به یاد جک اومده، اما خب الان کاری نمیتونه باهاش انجام بده. یه سری خاطره دیگه هم میگذره و دوباره جک تو سال 2007 به هوش میاد، یعنی آینده. با جکی رفت و از جکی میپرسه که من چجوری جونمو از دست دادم، چه خبری تو روزنامه نوشته شده بود. اما جکی میگه که هیچی اونجا ننوشته بود و فقط اسم تیمارستانو یادمه. دوتایی به همون جایی میرن که میدونیم در حال حاضر جک بستریه. میرن پیش دکتر، ازش این پرسن چه کسایی از سال 1992 هنوز اینجا کار میکنن. فقط هم با دکتر لورنسون مواجه میشن. جک جریانو میگه، اما خب مشخصه که دکتر لورنسون قرار نیست باور بکنه، اصلا نمیتونه قبول کنه که این جک هنوز زنده مونده. برای همینم حاضر میشه که بگه چه اتفاقی سال 1992 برای این مرد افتاده. فقط یه لحظه
بهش میگه که جک یکی از بهترین بیمارهای من بود، چون کمکم کرد که تو درمان پسر دوستم موفق بشم. اون بهم گفت چیکار بکنم. شروع به کندوکاو بیشتر تو تیمارستان میکنن که با یکی از پرستارهای آشنا میشن که همون سال 1992 هم اینجا کار میکرده، منتها الان این پرستار خودش بیمار تیمارستانه. جک این پرسه یارت چه اتفاقی اون سال برای من افتاد، و این پرستارم میگه که ما فقط جنازت و کف زمین پیدا کردیم، نمیدونیم چی شده. جک عصبانی میشه و میگه تو اون پرستاری روانی جونمو گرفتید، که یه دفعه یه پرستار دیگه میاد و از هم جداشون میکنه. از اینجا نتیجه نگرفتن و فهمیدن دکتر بکر هنوز زنده است و جایی سخنرانی داره، برای همینم هم به سمتش راه میافتن بلکه بتونن از اون جوابی بگیرن. این وسط هم به یه کلبه میرن و با هم یه رابطه برقرار میکنن. جک میگه حس میکنم درمانم داره تموم میشه و دوباره برمیگردم به سال 1992. جکی هم ازش قول میگیره که دوباره برگرده همینجا. میخوابم و لحظه بعد میبینیم که جک ناپدید میشه. یه بار دیگه دکتر لورنسون به ملاقات جک میاد. اون این دفعه براش کاملا تعریف میکنه که هر بار میره توی اون قفسه‌های سردخونه به سال 2007 سفر میکنه. دکتر لورنسون زیاد باور نمیکنه و میگه تو خیلی با دوستت رودی میگردی. رودی کلا توهمیه، و وقتی که جک میگه رودی براش تعریف کرده که 30 بار میخواست جون همسرشو بگیره، دکتر لورنسون شوکه میشه. میگه اون فقط چند ماه خودش تو اتاقش حبس کرده بود و بیرون نمیومد. جک فکر به سرش میزنه و به دکتر لورنسون میگه تو داری پسر دوستتو درمان میکنی و الان نمیدونه که باید چه کاری براش انجام بدی. امشب هم لورنسون به خونه دوستش میره و ازش میپرسه که در مورد پسرت به کس دیگه هم حرف زدی یا نه، که خب اونم میگه نه من اصلا با هیچ کس صحبتی نکردم. یه بار دیگه جک توی سردخونه است و دوباره به سال 2007 میره. جکی میگه در مورد پسر دوست دکتر لورنسون تحقیق کردم، فهمیدم که اونو با شوک درمانی درمانش کرده. بعد مدتی هم بالاخره به خونه دکتر بکر میرسن. سری میرن جلو و جک ازش در مورد همون سال 1992 میپرسه. دکترم میگه ما جنازه جک رو وقتی پیدا کردیم که جون خودش رو گرفته بود. آخرین باری هم که بردمش توی سردخونه وقتی اومد بیرون یه رفیق اسم همه بیمارهامو گفت و این برام عجیب بودش. جک میگه اسم بیمارهای دیگه تو بگو، وقتی میشنوه خیلی عصبی میشه. ولی قبل از اینکه بیشتر اعتراض بکنه یه رفیق حالش بد میشه. جک میارتش تو ماشین و جک میفهمه که دوباره داره به گذشته برمیگرده. برای همینم هم قبل اینکه این اتفاق بیفته از جکی آدرس خونش رو میپرسه. همین که از سردخونه میارنش بیرون سری به دکتر بکر اسم همه بیمارهای قبلی این مردم میگه. دوباره جک رو میبرن به بیمارستان، دکتر لورنسون به دیدنش میاد. جک میبینتش سری میگه پسر دوست تو با شوک درمانی خوب میکنیش، اینو باید حواست باشه. اما دکتر لورنسون باور نداره و میگه تا الان هیچ کسی این روش درمانی روی بچه‌ها انجام نداده. اما جک میگه که نگران نباش، درست میشه. دکتر لورنسون هم قبول میکنه و وقتی به خونه دوستش میره لوازم شوک درمانی رو میبره. با اینکه خیلی ترسیده ولی همین کارو انجام میده و در آخرم این پسر بالاخره به حرف میاد. روز بعد رسیده و حالا دکتر لورنسون کاملا حرفای جک رو باور داره. وقتی به دیدنش میره جک سری نامه نوشته و میگه که لطفا منو ببر به خونه یه جکی و آدرسو براش مینویسه. میگه امشب من قرار جونمو از دست بدم و این آخرین خواستمه. دکتر لورنسون هم قبول میکنه. وقتی به اونجا میرسن در میزنن و جکی سری جکو میشناسه، چون یادشه که ماشینشونو درست کرده بود. جک با مادر جکی و همون جین صحبت میکنه و بهش میگه که من وقت زیادی ندارم، فقط لطفا مراقب خودت و دخترت باش و اینقدر سیگار نکش. و بعدم یه نامه رو بهش میده و میگه بعد رفتنم بخون. برمیگردن سمت تیمارستان و حال جک خیلی بده. به دکتر لورنسون میگه که اگه جونمو از دست دادم لطفا منو تو همون لباسهای این تیمارستان بذارید و اونطوری بفرستیدم توی سردخونه، چون میخوام به همون سال 2007 برگردم. دکتر لورنسون هم قبول میکنه، آخرین وصیتش رو گوش کنه. وقتی که میرسن یه دفعه جک سرگیجه میگیره و میفته زمین و داره از بین میره. حالا میریم پیش مادر جکی و همون جین که داره نامه‌ای که جک بهش داد رو میخونه. تو نامه نوشته که من یه بار جونمو توی جنگ دست دادم ولی دوباره زنده شدم و یه بار دیگه امشب قرار بمیرم. یه سری سرنخ هم نوشته که چجوری جنازه‌مو پیدا میکنن تا جین حرفشو باور کنه. میگه اگر به باور رسیدی که من به آینده سفر کردم ازت یه درخواست دارم. تو قراره در آینده انقدر مشروب بخوری و سیگار بکشی که تو آتش‌سوزی سیگارت بمیری. اون وقت دخترت خیلی زندگی بری داره و به بدترین شکل بزرگ میشه. پس لطفاً مراقبش باش و این اتفاقا براش نیفته. با تمام شدن نامه جین میره سمت دخترش، اونو میبوسه و قول میده که هیچ وقت تنهاش نذاره. دکتر لورنسون و پرستارهای دیگه هم جنازه جکی که حالا از دنیا رفته رو توی سردخونه به همون دوری که گفت قرار میدن. سکانس بعد جک دوباره به سال 2007 رفته، منتها همه چیز عوض شده. جکی از رستوران میاد بیرون، سوار ماشینش میشه و دوباره جک رو میبینه و بهش اصرار میکنه اگه کمکی میخوای سوار شو. جک هم لبخندی میزنه و همین کارو انجام میده. جکی میگه که حس میکنم قبلا دیدمت و تلفنش زنگ میخوره. مادرش جینه.
جک از اینکه فهمیده مادر جکی هنوز زنده است لبخندی میزنه. جکی تلفن رو قطع میکنه و میپرسه چقدر دیگه مونده که مقصد برسیم، و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اگه اهل سینما باشید میدونید که دو تا از بهترین اجراهای آدریان برودی و همین شخصیت اول فیلممون، یکی تو فیلم پیانیست، یکی هم تو همین فیلم جکت. کلا خیلی از افرادی که تو صنعت سینما کار میکنن آدریان رو از این دو تا فیلم شناختن، مخصوصا از همین فیلم جکت، به خاطر اینکه خیلی قشنگ میتونه حالتهای روانی خودش رو توی چهرهش نشون بده، مخصوصا که توی هر کدوم از دوره‌های زمانی فیلم کاملا متفاوت با بقیه است. حرفی هم که توی این فیلم قراره ما زده بشه خب کاملا واضحه، چون بارها پشت هم میشنویمش. فیلم میخواد بگه که بلد باشیم چجوری زندگی کنیم، چون اگه کوچیکترین تصمیمی توی زندگیمون تغییر بکنه تمام آینده‌مون به یه شکل دیگه ای پیش میره. یعنی شخصیت اصلی برمیگره به گذشته، فقط باعث میشه که یه نفر احساسش به نفر دیگه عوض بشه و در نهایت تمام آینده یه بچه شکل بگیره. چیزی که متاسفانه آدما زیاد بهش توجه نمیکنن و همینطور هر تصمیمی میخوان میگیرن و اصلا مهم نیست که عواقبش چی قراره باشه. دیگه از نکات مثبت فیلم توی فیلمبرداری و تدوینشه. فیلمبرداری تو لحظه‌هایی که هیجانش بالاست به قدری تنش خوب نشون میده که اصلا میخکوب میمونی و فقط میخوای که ببینی آخر این اتفاق داره چی میشه. بازم اگر فیلم باز باشی میتونی شباهتش رو به فیلم‌های ممنتو، مستر نوبادی تریانگل یا مخصوصا دی باترفلای افکت حس بکنید. دقیقاً همین موضوع که یه جمله یا یه احساس متفاوت میتونه تمام آینده آدم رو تغییر بده، توی این فیلم اثر پروانه یا باترفلای افکت دیده بودیمش. امروز یه سوال دیگه ازتون دارم. تا حالا لحظه پیش اومده که به همین اثر پروانه‌ای واقعا اعتقاد پیدا کنی؟ یعنی یه چیزی بشه بگی به خاطر اون کاری که قبلا کرده بودم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتتون رو بنویسید، من سعی میکنم همه رو قرار بدم. ببخشید اگه دیر میشه. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.